سلام دوستان، خلصیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروزم با آموزش مرغ پروانه‌ای در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. مرغ 1.5 کیلو 1 عدد، پیاز بزرگ 1 عدد، فلفل دلمه 1 عدد، زعفران دم کرده به مقدار لازم، آب لیمو هم به مقدار دلخواه، فلفل، نمک، پودر سیر، پودر پیاز، پودر پاپریکا هم به مقدار لازم. من یه دونه مرغ خریدم، کاملا پاکش کردم از قسمت کمر، همونجور که میبینین از این بغل برش زدم تا پایین آوردم، به این شکل در اومدش، به این شکل. حالا میای مرغامونو یه سری از داخل تمدار میکنیم، یه سری هم از بیرون. اولین کاری که میکنیم نمک میریزیم، نمکمون رو یه مقدار بیشتر می‌ریزیم، کاملا ماساژ می‌دیم. پودر پیاز داریم، پودر پیاز میزنیم بهش. شما اگه دوست داشتین ادویه‌ای دیگه هم میتونین بهش اضافه کنین، هیچ ممنوعیتی نداره. پودر پاپریکا داریم، رو زدم، بعد پودر سیر میزنم. پودر سیرتون هم یه مقدار بیشتر بزنید، کاملا بوی زهمه مرغ رو میگیره و یه طعم خیلی خوبی به مرغمون میده. فلفل سیاه، بازم ماساژ میدین. آب لیمو داشتیم، آب لیمومونو میزنیم. البته شما میتونین بعد از نمک آب لیمو رو اضافه کنین، هیچ فرقی نمیکنه. برمیگردونیم. آب لیمو هم یه طعم خیلی خوبی به مرغمون میده، حتما استفاده بکنیم. زعفرون داشتیم، سعی کنید تمام قسمت مرغتون رو زعفرون بزنید. برمیگردونیم. من یه مقدار زعفرونم موند، بعدم با کره آب میکنم، روی مرغامونو رومال میکنم که خوش رنگ تر بشه موقع پخت. یه مقدارم روغن مایه میزنم بهش. دوباره خوب مرغامون رو ماساژ میدیم. مرغامون هم خلالی های خیلی نازک خوب میکنیم روی مرغامون. فلفل دلمه ایامون هم خلالی های نازک خوب میکنیم.
بعد از اینکه فلفل و پیازمون هم خرد کردیم، حسابی دوباره ورز میدیم، یه مقدار زیرش این پیازا میذاریم، یه مقدار روش رو سلفون میکشیم، میذاریم توی یخچال یه 4-5 ساعت بمونه. البته اگه شما وقت داشتین میتونین از شب قبلم درست کنین و بذارین یخچال کاملا تم بگیره، ولی من چون عجله دارم 2-3 ساعت بذارم کافیه. موقعی که خواستم تو فر بذارم بهتون نشون میدم. 3-4 ساعت به مرغمون استراحت دادم، الان از تو لگن در میارم. روی سینی یا روی تخته که دارین میتونیم بزنین. چند تا برش روی بدن این مرغ ایجاد میکنم که مرغمون زودتر پخته بشه. وای جان دوست داری نیلا؟ آره دارم مرغ میپزم، شما بخوری دخترم. بده اونو برش زدم، الان به این سمت میذارم توی مایتابمون، چون این سمت که استخونیه اون سمت بیشتر گوشتیه که باید کاملا پخته شه. میتونیم فلفل و پیازایی هم که داریم و روش بریزیم. من فرم رو از قبل روشن کردم، رو 180 درجه گذاشتم. اگر شما عجله ندارین رو 160 تا 70 هم میتونین بذارین. هر یک ساعت هم یک بار بهش سر بزنین ببینین در چه حالیه. بسه؟ بسه اینا رو هم بریزم دیگه. بسه میبریم بذاریم که توی فر. مرغمون آماده شد برای فر رفتن. من توی ظرف جدا آب ریختم، گازه که فر داره گرم کن داره زیرش، اینم میذارم زیر گرم کنش تا بخار میشه، باعث میشه مرغمون کاملا مخفوق میشه. من 2 ساعت زمان دادم مرغمون به این شکل در اومده، کاملا پخته. میتونیم الان بذاریم رو شعله گاز، گریل رو رو روشن کنیم که مرغمون طلایی بشه. کاملا مرغمون پخته. زعفرانمون مونده بود، با کره روی بخار کتری آبش کردم، الان روی مرغمون میریزیم و میذاریم توی فر دوباره. مرغ ما آماده شد، من چیدم با سیب زمینی و سوسیس و گوجه تزیینش کردم، حتی یه برش زدم که ببینین چقدر قشنگ پخته شده. امیدوارم که آموزش امروزمونم پسندیده باشین، درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.